درود به شما همراهای خوب کانال جنایی گرام. زمستون سال 1400 بود که یه مرد جوان با پلیس 110 تماس گرفت و در حالی که خیلی دستپاچه بود گفت: زنم داشت توی خونه خودم بهم خیانت میکرد، منم جفتشونو کشتم. با ما همراه باشین تا با هم یه پرونده سیاه دیگر رو بررسی کنیم. بعد قطع شدن این تماس، به سرعت اکیپای امدادی و عملیاتی خودشون رو به آدرس اعلام شده رسوندن. آدرس اعلام شده یه آپارتمان 4 طبقه توی منطقه اسلام شهر تهران بود. به سرعت نیروهای امدادی به همراه مامورای پلیس پا توی محل حادثه گذاشتن و با یه زن و مرد که به شدت با ضربه های چاقو زخمی شده بودن و توی حموم خونه افتاده بودن روبرو شدن. نیروهای امدادی این زن و مرد رو به یکی از بیمارستان‌های نزدیک محل حادثه منتقل کردند. ولی با اینکه این دو نفر خیلی هم سریع به بیمارستان رسیده بودند، ولی مرد 34 ساله به خاطر عمیق بودن جراحاتش و خونریزی شدید تسلیم مرگ شد. ولی نسترن 30 ساله وضعیتش پایدار بود و درمانش ادامه داشت. علاوه بر این زن و مردی که مجروح شده بودند، دو نفر دیگه هم توی این خونه بودند. یکیشون بهروز 37 ساله بود و اون یکی هم باجناق 40 سالش صادق بود. کسی که با نیروهای پلیس تماس گرفته بود بهروز شوهر نسترن بود. با فوت مرد غریبه که توسط بهروز زخمی شده بود، موضوع به بازپرس جنایی هم اعلام شد و خیلی سریع خودشو به محل حادثه رسوند. با رسیدن بازپرس تحقیقات میدانی شروع شد. همسایه های این زوج می گفتن این زن و شوهر تازه به این خونه اومده بودن و تا امروز هیچ سر و صدا و دعوا و درگیری ازشون نشنیده بودین. بازپرس بعد تحقیق از همسایه های این زوج به سراغ بهروز عامل جنایت که هنوز توی محل حادثه بود و توسط مامورای پلیس بازداشت شده بود رفت. بهروز می گفت وقتی از بیرون سرزده کلید انداختم و وارد خونه شدم، دیدم زنم با یه مرد غریبه توی خونه. خون جلوی چشامو گرفت. در خونه رو قفل کردم و حمله کردم سمتشون که جفتشون رو بکشن. بعد گفته های بهروز، بازپرس به سراغ صادق با جناق بهروز رفت که اونم زمانی که مامورای پلیس رسیده بودن توی محل جنایت حضور داشت. صادق میگفت ما خونمون نزدیک اینجاست. محل کارم هم نزدیکه و اینجا مغازه دارم. امروز مشتری داشتم توی مغازه که دیدم بهروز داره پشت سر هم بهم زنگ میزنه. سرم شلوغ بود و نمیتونستم جواب بدم، ولی بهروز ولکن نبود. اصلا هم سابقه نداشت بهروز بخواد به من زنگ بزنه. تا گوشی و جواب دادم، بهروز با داد و بیداد گفت که سری خودتو برسون اینجا، نه سرنو کشتن. تا اینو گفت مغازه رو سپردم به شاگردم و خودم رسوندم اینجا. تا وارد خونه شدم دیدم بهروز نسترن و با یه مرد غریبه با چاقو زخمی کرده. بهش گفتم زنگ بزن به پلیس. اونم سریع همین کارو کرد و با پلیس تماس گرفت. با تمام شدن بررسی اولیه و عکس برداری از محل جنایت، بهروز با باجناقش صادق به اداره آگاهی منتقل شدن تا هدف تحقیقات فنی قرار بگیرن. با ورود این دو نفر به اداره آگاهی، خیلی زود بیگناهی صادق اثبات شد و بازداشت آزاد شد. اما بهروز به اتاق بازجویی منتقل شد تا اعترافاتش جلوی دوربین اتاق بازجویی هم ثبت بشه. بهروز میگفت من و نسترم 5 ساله که ازدواج کردیم. از قبلش هم با هم دوست بودیم و خودمون با اصرار خودمون خانواده‌مون رو راضی به این ازدواج کردیم. ما همدیگه رو خیلی دوست داشتیم و با عشق زندگیمون رو شروع کردیم. حتی خیلی سختی کشیدیم که بتونیم پول پیش خونه رو جور کنیم. ولی با هر زحمتی که بود این کار رو انجام دادیم و زندگیمون رو شروع کردیم. همه چی خیلی خوب بود. نسترن هم به خاطر اینکه کمک خرجم باشه یه کار نزدیک خونه پیدا کرد و اونم مشغول شد. ما جفتمون صبح تا شب مشغول کار بودیم که یه زندگی خوب برای خودمون بسازیم. بعد چند وقت نسترن باردار شد و صاحب دوقلو شدیم که هر دوشون هم دختر بودن. واقعا داشتم از زندگیمون لذت می بردم. بعد اینکه مرخصی زایمان نسترن تموم شد، هر روز صبح من بچه ها رو می بردم خونه مادر نسترن و عصرم می رفتم دنبالشون. یک سال پیش بود که من یواش یواش به نسترن مشکوک شدم. خیلی سرد شده بود. اصلا هم دیگه توی خونه با من خیلی صحبت نمی کرد. چند باری بهش اعتراض کردم، ولی هر بار می گفت به خاطر خستگی کاری که اینجوری شدم. دعوا همون شروع شد، ولی نسترن هر روز بدتر می شد.
تا اینکه یه دفعه زمانی که نسترن خواب بود گوشیشو چک کردم. تا صفحه گوشیشو باز کردم و رفتم توی پیاماش متوجه شدم داره بهم خیانت میکنه و با یه مرد غریبه به اسم سهیل ارتباط داره. انقدر متن این پیاما عاشقانه بود و حرفای محبت آمیز به هم دیگه زده بودن که مطمئن شدم رابطهشون اصلا یه رابطه معمولی نیست. دعوامون با نسترم بیشتر شد. موضوع به پدر مادرشم گفتم ولی وقتی دیدم کاری نمیکنن تصمیم گرفتم ازشون شکایت کنم. با شکایت من و مدارکی که داشتم خیلی سری سهیلم توسط پلیس بازداشت شد. هر دوشون هم به شلاق محکوم شدن. با آبرویی که از نسترن رفت و وساطت پدر مادرش حاضر شدم به خاطر بچه همون ببخشمش. خود نسترن هم قول داد که دیگه هیچ خطایی نکنه. منم با اینکه میدونستم کار اشتباهی دارم میکنم ولی بخشیدمش. چند وقتی از این جریان گذشت. دوباره رفتارای نسترن خوب شده بود و محبتش بهم زیاد شده بود. ولی نمیدونستم که دوباره قراره یه بار دیگه بهم خیانت بکنه. یه ماه پیش دوباره حس کردم رفتارای نسترن داره عوض میشه. بازم بهش مشکوک شدم. چند باری دوباره بهش اعتراض کردم. با اعتراضای من نسترن چند روز رفتارش خوب میشد و باز دوباره سرد میشد. وقتی مخفیانه دوباره گوشیشو چک کردم متوجه شدم نسترن بارها با یه شماره که اسمشو پرستو ذخیره کرده بود تماس تصویری داشته. وقتی ازش پرسیدم پرستو کیه گفت یه زنه که تازه باهاش دوست شده. حس می کردم که بازم داره خیانت میکنه. واسه همین شمارهشو از گوشیش برداشتم ولی هرچی بهش زنگ می زدم اصلا جواب گوشی منو نمیداد. چند وقتی گذشت. چند روز پیش به همسرم زنگ زدم و داشتم باهاش صحبت میکردم. ازش پرسیدم کجایی؟ گفت سر کارم ولی سر و صدای همیشگی نمی اومد. واسه همین از که اومدم خونه متوجه شدم اصلا سر کار نرفته بوده اون روز. فردای اون روز یعنی روز حادثه دوباره به نسترن زنگ زدم. بازم هیچ صدایی از اطراف نمی اومد و نسترن اصرار داشت که سر کاره. من به خاطر اینکه شک نکنه دیگه چیزی نگفتم. تلفن رو قطع کردم و سری راه افتادم به سمت خونه. ماشین رو بیرون پارک کردم و اپلا رفتم سمت واحدمون. تا کلید انداختم و در رو باز کردم دیدم نسترن خونه است. نسترن تا منو دید رنگش پرید. داشتم خونه رو میگشتم که نسترن دوید رفت و همون رو در قفل کرد. همون موقع به باجراغم زنگ زدم تا بیاد شاهد ماجرا باشه. وقتی به صادق موضوع گفتم و تلفن رو قطع کردم با هر زحمتی که بود در همون رو شکوندم. ولی تا وارد عموم شدم با یه مرد جوان که کت شلوار تنش بود روبرو شدم. تا این صحنه رو دیدم دیوونه شدم. نسترن داشت توی خونه خودم بهم خیانت میکرد. دیگه نتونستم خودم کنترل کنم. اصلا دیگه هیچ صدایی نمیشنیدم. از توی آشپزخونه یه چاقو برداشتم و حمله کردم به جفتشون و فقط دیوونه وار ضربه میزدم. وقتی افتادن زمین همون موقع باجناقم هم رسید. اونم این صحنه رو دید و ازم خواست که زنگ بزنم به پلیس. با تموم شدن صحبت‌های بهروز تحقیقات راجع به صحت گفته‌هاش شروع شد. گوشه مقتول به همراه گوشه نسترن مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد فقط توی 3 روز این دو نفر 170 تماس تصویری با هم داشتن. از طرفی مشخص شد مقتول خودش هم متأهل بوده و زن و بچه داشته. نسترن هم بعد چند روز حالش بهتر شد و از بیمارستان مرخص شد ولی توسط مامورای پلیس بازداشت شد. اما چند روز بعد به قید وثیقه تا روز دادگاه آزاد شد. با تمام شدن تحقیقات بهروز به صحنه جنایت برده شد و تمام اتفاقایی که اون روز افتاده بود و به همراه شیوه جنایتش رو بازسازی کرد. با این کارم پرونده کامل شد و با شکایت مادر مقتول به شعبه 13 دادگاه کیفری ارسال شد. بعد کش و قوسای فراوون بالاخره چند روز پیش آخرین روز محاکمه بهروز رسید. ابتدای جلسه دادگاه مادر مقتول از قاضی درخواست قصاص متهم کرد. بعد مادر مقتول نوبت بهروز شد و گفت من اصلا از کاری که کردم پشیمون نیستم. مقتول حقش مرگ بود. کسی که خودش زن و بچه داره و با یه زن متأهل دیگه رابطه برقرار میکنه واقعا حقش مرگه. الانم مطمئن باشین اگه آزاد بشم قطعا نسترنم میکشم. با تموم شدن صحبت‌های بهروز، قضات دادگاه وارد شور شدن و در نهایت این مرد رو به قصاص محکوم کردن. با اعتراض وکیل مدافع بهروز به حکم صادر شده، پرونده دوباره به دیوان عالی کشور ارسال شده و قرار قضات این دیوان بعد بررسی دقیق پرونده حکم نهایی رو اعلام کنند.
قراره به زودی نصرن هم پیش روی قاضی قرار بگیره و به خاطر رابطه سیاهی که داشته مجازات بشه. با ما همراه باشین چون فردا با یه پرونده جدید برمیگردیم. یادتونم نره اگه به این سبک ویدیو علاقه دارین حتما ویدیو ما رو لایک کنین. پس تا فردا بررسی یه پرونده جدید حتما مواظب خودتون باشین.